تسلیت عرض می‌کنم. سلام علیکم. سلام. تسلیت عرض می‌کنم. ما هم دارم خودتون شریف بود. خدا حافظ شما. شما خانواده محترم پسر. بزرگواری من که حالات کرد. شهید رضایی از خوبای روزگار بود. بی اغراق عرض می‌کنم. حیف شد. نذاریم خون شهید پایمال بشه. ایشون میگفتن متین سلطانخواه به طرز عجیبی مدارک پروندهش گم میشد. میگفتن هرچی تلاش میکردن رشته هاشون پنبه میشد. ظاهرا پرونده رو تا حدودی برای دهمین بار جمع و جور کرده بودن. آقای دکتر، قرارمون صبر بود و سکوت. چشم آقا. البته آقای دکتر باید با احتیاط قدم برداریم. اژدها نفسش هم میتونه دشمنش رو خاکستر بکنه. عنایت دارید که ما با اژدهای هفت‌سر طرفیم. خدا به خیر بگذاریم. درست میفهمم. اینجا جای توضیح نیستش. آقای دکتر خواهش میکنم این مطلب بین خودمون باشه. انشالله آج آقا، انشالله. با اجازتون. بفهمید آج آقا. خوش آقا. با اجازتون. بفهمید. بفهمید. الو. الو تاها. کجای کارت دارم؟ بابا من مراسم ختمم داریم. میدونم. نمیفهمم. میگم مراسم ختمم. میفهمم. باشه. بذار یه دقیقه بهت زنگ بزنم. خدا. تشریف میارید. خیلی خوش اومدید. زحمت کشیدید. الو الو تاها، نمیفهمی مگه؟ کار دارم. خب ای آوردی؟ آره. تسلیم قربان. ما خاطر باشی. تسلیم قربان شما. سلام بیا. خدا حافظ. یه دو دقیقه میرم. باشه. خوش اومدی. الو. نمیتونم بیام نزدیکتر، میشناسنم. نگفتم بیا نزدیکتر، گفتم یه جا همین نزدیکی رو پارک کن. کجایی الان؟ چرا دعوا داری با هم؟ نیکو بحث نکن، من حال ندارم. حال منم بهتر از تو نیست. از مسجد که اومدی بیرون دست راست دیگه کوچه است. کوچه رو بیا تو، من اونجا. بیا بزنیم سرحال شیم. کدوم گوری هستی تو؟ چته تو؟ کوچه دست راستی مسجدم. کوچه رو یکم بیای جلوتر، منو میبینی. ده بار دور زدم اینجا رو پیدا کردم. آوردی؟ بدون اون لعنتی حال ندارم. محمد تا منو ببین، به خاطرت مشکی پوشیدم. میگم بده من اون لعنتی رو دارم دیوونه میشم. بابا تو میرن چیکار میکنی؟ راستشو بگم؟ آره راستشو بگو. همین الانم برام مردن. تا وقتی داری نمیفهمی. از دستشو که بدی میفهمی. میگم میخوای بریم یه جایی چیزی بخوریم بعد حرف بزنیم؟ کوف بخورم بر آمون. بابا هم کشتن، از اون بر داداشم از بیمارستان مرخص بشه به اتهام قتل مامان بابا و یه افسر پلیس میخوام بندارنش زندان. اون وقت من دارم چیکار میکنم؟ ختم مامان بابا هم پیچوندم، دارم استیم سرم دور دور میکنم. اومدم بهت بگم یه جایی به خاطر کارم بهت بیتوجهی کردم. این از بی محبتی نبود، از جونم آرد میدم. جونتون سلامت. چی میگی بابا؟ به خاطر کارم، به خاطر کار مردم، از خودم، از خانوادم غافل موندم.
دارم خودم رو بازنشسته میکنم. این پرونده آخرین پروندمه. میخوام بیشتر بشم با خدمت کنم. قربونتون برم من. جانم عشقم. سلام دایی، کجایی؟ چطور؟ ما داریم میریم بیمارستان. گفتم ازت بپرسم میای بیمارستان یا میری خونه عزیز؟ میام بیمارستان. پس نمیری خونه عزیز؟ میام بیمارستان. باشو دایی جون، پس میبینمت. میری بیمارستان؟ نه، برو پیش زهرا، بخوام برم سر خاک مامان بابا. آقا کجا؟ تایم ملاقات تموم شده، بفرمایید. من باید محمدعلی رضایی رو ببینم. اونو دیگه نمیشه براش کاری کرد، نازده سومی هم کشته. شما فقط بگو اتاقش کجاست. اگه اتفاقی بیفته مسئولش تویی ها؟ مسئولیت همه چی گردن منه. حقوقش رو رئیس رؤسای بیمارستان باید بگیرم. طبقه چندم؟ طبقه اول. آسانسور؟ خرابه از راپلا. یه لحظه اجازه بدید. کجا؟ من وکیل فروغی هستم جناب سرهنگ، وکیل پایه که دادگستری. وکالت این آقا با منه. ایشون داره منتقل میشه به زندان. شما اگر حرفی داری بفرمایید با باسپورس پرونده‌اش صحبت کنید. همین الان اینجا بود. یه لحظه اجازه بدید. من حق دارم با موکلم حرف بزنم. بفرم. یه ساعت دیگه تو دادسرای نظامی بیفتی به دست و پام التماس کنی دستتو بکش. اجازه بدید. سرم خونه تو قطع میکنم، پروندت هم میفرستم بهداری زندان. فقط مواظب بخیاد باش. دکتر خیلی زحمت دادی. ما حسابی به ما زحمت دادی. تا آمار قتل‌ها به 4 نفر نرسیده دست و پاش سری به من. الان وقت تحلل نیست. امضا کنید آقای رضایی. دستبند و پابندشو بذار. جایی نمیخوام برم که. چی بهشون گفتی درباره کشته شدن اون افسره؟ من اصلا چیزی ندیدم که بگم. اصلا شما رو نمیشناسم. یکی قسم بخورم. بهت میگم چی بهشون گفتی درباره کشته شدن اون افسره؟ نمیخوای که مثل اون بالبال بزنی. دیدی که؟ پس بهم دروغ نگو. من اصلا اون شب هیچی ندیدم که بخوابی. وکالت من نداری برای چی من چنی میگیری؟ نگو بخواب بخاطر بابا. من از پرونده های جنجالی خوشم میاد، برام اعتبار میاره. لایه ها رو با نظر خودم نیست. با رضایت کامل. من قبولت دارم پری نازه مقدمی. کپی تمام حرفایی که زدی اینجاست. اینم جایزته بابت کرکور بودنت، بابت شطور دیدی ندیدی، به اندازه حقوقت از الان تا بازنشستگی تو بیمارستان لعنتی. فقط ببین اگه لب تر کنی، ببین آدم ها برای حرف زدن و حرف نزدنشون یا جایزه میگیرن یا میمیرن. میفهمی که؟ آقا من دیگه از اون بیمارستان میرم. من از شوکه شدم. من از اون بیمارستان میترسم. از همه یه بیمارستانم میترسم. آفرین، خوبه. ترس خیلی خوبه. حالا برو یه جا خودتو گم و گور کن.
فقط حواست باشه. حواسم بهت هست. حالا برو. لباس آوردم، میشه لباس رو بپوشم؟ بله، این جزء حقوق شماست. البته جناب سرهنگ، ما جلوی شما درس پس میدیم. شما میتونید قبل از ورود به زندان هر لباسی غیر از لباس بیمارستان و زندان بپوشید. یکم سریعتر عجله کن، لفتش هم ندید. میشه لباس بیمارستان رو در بپوشم؟ لباس زیرشتن هم نیه. اصلا نمیفهم یعنی چی فرار کرد. اینم از دانشجوی ساده، بوکسور ساده، رپر ساده. بله. الو سلام، خوبی قربان؟ آقا این پسر فرار کرد. چی؟ مگه مأمور اونجا نیست؟ چجوری فرار کرده؟ چی بگم؟ دست کم گرفتینش. ما رفتیم. عرض کرده بودم خدمتتون. این آدم حرفه‌ای شماست. خبری شد؟ بسیار خوب، من با شما در تماسم. نباشی. چی گفتی؟ هیچی. گفت پرونده مال شماست. میدونستم فرار میکنم. میدونستی چرا مراقب نبودی؟ شما مطمئنی از فرار قاتل ناراحتی؟ خودت چی فکر میکنی؟ بعد مثل تو صدام بکشم بالا تو بیمارستان؟ بهش اسلحه دادیم فرار کرده. میدونی متهم کیه؟ نکنه فرویش دادیم. خانم کجا؟ نشی دیبالا تیر اندازی کردن. به کی تیر اندازی کردن؟ به نامزدتون. یعنی چی؟ خانم هیچی، تو خودو بالا ندیا، خطرناکه. نامزدم چه شده؟ بابا هیچی، هم من نشیده بگیرید. ببین واسه 2000 حقوق چقدر به من استرس میدی. خانم نرو بالا. برو کنار. من به خاطر جون سرهنگ. چی شده؟ چیزی نشده. چیزی نشده، نگران نباشید. خانم سارا سمروا، بله. یه لحظه تشریف بیارین. فکر کنم نامزدتون فرار کرده. قطعا اولین کسی که میاد سراغ شماه. این کارت منه. برسونید دستش. شما نگران نباشید، من وکیلشم، باهاش حرف زدم. بهش تیراندازی کردم. بله، تیراندازی شد. تیر خورد. فکر نمی‌کنم بهش آسیبی رسیده باشه، ولی خبرش رسیده که با اسلحه پلیس فرار کرده. سلام سردار، نمیدونم خبر دارین یا نه، این
سری دیوانه فرار کرده از بیمارستان. فرار کرده؟ خیلی ممنون دکتر جان، خبر کرد. امری بود، من در خدمتم. خداحافظ شما. قشنگه که بابا. خودش قشنگه. حالا بذار من بگم. میگن دو تا گوجه میخورن به هم رخ میدن. این واقعا قشنگ و تاثیرگذار بود. خیلی. آره دیگه این قشنگ. آره. یا مثلا میگن که ببخشید. من میخوام برم میدون سر. از کجا باید برم؟ اینو تا ته برید سمت چپ. اینو. بله. آقا بیشیه. یه لحظه. این پولم پیشت باشه. من لازم دارم گوشی. پیشتو هم بفروش. واقعا؟ یعنی پول علکی نیست؟ نه. علکی نیست نه. برای چی پول علکی؟ پس بذارید من خالی کنم عکسش. میره باش خلاص میکنه میان نمباله تا؟ این پوله. کارت بانکی شناسنامه کارت ملی همه چیمو جا گذاشتم شهرستان. الانم از اقوامم خواستم بهم پول نقد دادن. چیکار کنم؟ الانم میخوام اونا رو پیدا کنم. باید بهشون یه جوری زنگ بزنم دیگه. اگه خوب می‌خری گوشی منم هستا. گوشی چیه؟ گوشی قدیمی. اینو ارزون‌تر می‌خرم. باشه. کافیه؟ خوبه. این هم هستا. اون چیه؟ یه کت خوب. شما رو هم پاک کردم. ممنون. بله. الو عزیز جون. سلام، محمد علی هم. سلام پسرم، خوبی؟ قربونت برم. با سارا جون هستی؟ عزیز اینی که میگم و به سارا بگو. بهش بگو بیاد اونجایی که عهد بستیم. مگه سارا الان با شما نیست؟ یه کاغذ خودکار میاری عزیز؟ یه دقیقه صبر کن. بیاد اونجا که عهد. مرکز مرکز. آره عهد. آره بیاد اونجا دنباله. بگو دنبالش کسی نیاد فقط. سارا بیاد همون جا که عهد بستیم. آره عزیزی بهش بگو خودم. سلام علیکم. سلام آقا. آقای درخت سیگار به ما میده بی زمان. آقا دست دارم. سلام جاو سبا برادر عرض عده. سلام عزیز جون. سلام مادر. خوش اومدی. خوبی؟ میگفتین من میومدم. این آسانسوره بازم که خرابه. برا همون میگم اذیت کردیم خودتون. خسته شدم. بذار همینجا بشینم. آقا احد خوبه؟ خوبه. مرسی. میگم مادر این مشکی چیه پوشیده؟ دل آدم میگیره آخه. چشم. عوضش میکن. این بچه زنگ زد. کی؟ اسمش رو یادم رفته. آه محمد علی. آها. محمد علی زنگ زد گفت که اینا رو به سارا بگم. خب منم اینجا نوشتم.
بده ببینم از رفتم پایینی آشپزخونه دیدم سارا نیست نمیدونم کجا رفته خیلی خب بگو با مقام غذایی هماهنگ کنن تلفن مادر بزرگش هم کنترل شه بسیار بود در تماسیم خیلی زرنگه حتی تلفن نامزدش مادر نامزدش کنترل میشه زنگ زده به مادر بزرگش سابقه شو در آوردن جز دانشجوهایی بوده که به سفارت انگلیس حمله کردن چند بارم جلوی وزارت نفت با دانشجوی عدالت‌خواه دستگیر شده کتکم خورده ولی این همه هوشیاری امنیتی یه آدم معمولی نمیخوره بنده خدا بعد از اینکه حسابی کتکش میزنن کسی هم ازش دلجویی نمیکنه با یه سرخوردگی از وطن بریده و میره جاسوس دشمنا میشه لامصب این پول عدالت خواه، آزادی خواه، ترقی خواه همه رو به یه چشم به هم زدن برده دشمن میکنه الان داری پرونده که خودم خوندم و برام تشریح میکنی یه نتیجه گیری غلط هم میذاری روش سوال اینه دانشجویی که سرش تو درس و شلوغکاری اینجوریه چطور مثل یه نیروی امنیتی یه نیروی اطلاعاتی یه کاماندو داره برخورد میکنه گفتم که برده سازمان MI6 انگلیس CIA امریکا موساد اسرائیل بیت ترکیه بردن اونجا آموزشش دادن من کنترل کردم خروج از کشور طولانی برای آموزش نداشته حتما با پاسپورت جعلی رفته از راه غیر قانونی رفته رئیس جان این بچه ها حرف نزن لطفا باشه؟ فکر کنم دیدنش بیادشم بشه تو بشه 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 تیپون بخوری میزنم ات بازه چی همون؟ مگه جن دیدی؟ نه ببخشید همیشه همیشه میبینی؟ شبیهش میبینم ببخشید نه وایستا آره منم میبینم شبا میبینم تو خواب میبینم با سوم میبینم عزیزا میگم اشتباه دیدم رفتم دکتر بی سوم میبینم الان وایسا ببینید. بلکن میگم اشتباه گرفتی. یعنی الان منو با سوم میبینی؟ وایسا ببینید. بی سوم میبینم. برو آقا. از اون لحاظ. چی شد؟ هیچ. خسته نباشی. خب جنین سالمه بذار کلیتم ببینم کلیتم سالمه اون کلیتم ببینم خورما خوشبختانه جنین سالمه جایی نگرانی نیست کلیهاشون هم مشکلی نداره فقط یه کمی باید استراحت کنم اجازه مرخصی میفرمایید با اجازتون خورما اشکه تلسا ریختی کاری بازی هم در آوردی دیدی هیچی نبود؟ آی بچم وای بچم انگار فقط همین یکیه که باید ترکمون بزنه تو این دنیا خودم میرم حالا اصلا خودم هیچی اگه بلای سر این طفل معصوم اومده بود چی؟ شما خدا نمیترسین؟
سلام. سلام، بفرمایید. از قوم‌پیشای محمدعلی رضایی تو بیمارستان هستن هنوز؟ فک و فامیلشی، بازپرسی، نیروی انتظامی، من جمعه رو میشناسم. پس حسابی خستت کردم. حقت بیشتر از این هست. نمیخوام. کوه طلا هم باشه، ما حق و اون از بیمارستان بگیریم. بذار جیبت. این ریش از این قلابی ها نیست، ریشه داره. نگفتی؟ کس و کارشی؟ نه، از آشنایی دورم. نامزدش حالش بد بود، بستریش کردن. نهیدم از این در بره بیرون. رشوه نیست، انعامه. حالا هرچون راحتی. کدوم طبقه هست؟ طبقه سوم. دست درد نکن. یادت رفتی کی بودی جواهر خانم؟ یادم نرفته، بی کس و کار. اینو دهنتون رو ببندید. الو. سلام سلطان. ببین وای بالت اگه کار مهمی نداشته باشه. کارم مهمه، خبرم هم خوبه. حسابم خورده خورده. حالتو خوب میکنم. پسر قاضی رضایی پلیس و خل اصطلاح کرد و با اسلحه پلیس از پشت بوم فرار کرد. خبرم خوبه؟ مهم بود یا نه؟ مطمئنی؟ با چشای خودم دیدم. حالم خوش، دهنم خوش، حالمو خراب نکن. ترسوندی مادر. یه روز چهار تا خبر خوب رسیده به پسرت، حال پسرتو خراب نکن. مگه نمیگفتی برات جواهر گیر آوردم؟ این همون جواهره ها. کفر منو در نیار پسرم. خبر خوش چیه؟ خبر خوبو که بهت میگم. سلام. سلام دایی جون. سلام نیکو خانوم. چطوری دایی؟ این طرف ها؟ دایی جون جواهر به من زنگ زد، گفت مامانیا دارم میان اینجا، میخوان منو بزنن. باورم نمیشه. شما فازتون چیه؟ من که فازم خوبه، عالی عالی، حال خوب. اینا رو نمیدونم، بهش بگیم فازتون چیه. دخترم تو فضولی نکن، به کار خودت برس. بالا سرش دکتر پرستار رو بردیم، حاضر نشد خونه لب و لوچه‌ش رو پاک کنه. بس که میخواد مظلوم نمایی کنه. بچه نگران نباش، خوبه. الو، خبر خوب چی داری واسم؟ پیش پرداخت مال اون خبرهای قبلی بود. تو خبر خوب رو به هم بده، من دوباره به همون حساب پترونایس مالزیت پول واریز میکنم. خوش حساب باشی، خبر رو میدم بهت. محمدعلی رضایی از بیمارستان فرار کرد. این دوتا نشونه داره، یکی این که به حکومت وابسته نیست، دوم که با آدم های فراری خوب میشه معامله کرد. پس پیداش کن بهم خبر بده. اوکی. سیزا چلاش کجایی؟ دارم میام سمت دل بدم قلوه بگیرم. خبر خوش شنیدم، اشتهام باز شده. بگوی 50 تا سیخ جیگر رو دل قلوه بزنه واسمون. بهمون پاتوقت میام اونجا میبینمت. نه نه بعدش باید جایی برم، همونجا باش میام میبینمت. حالم خوبه. خانم میز آماده کرده بودم، تشریف نیاوردید. به خاطر بچه یکم سوپ بخورید. نمیخورم. خواهش میکنم یکم براتون بریزم. فیروزه برو خودم میریزم. باشه چشم. خوش
سردمه. میترسم از این آدم رو میترسم. مامان کاش زنده بودی، کاش یه خواهر داشتم که دوست. چطوری خانومی؟ ترسیدم. چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ چرا خش کردی بابا؟ خدا قلبم تو دهنم اومد تا برسی اینجا. چطوری فرار کردی؟ این استراب و در رفتن ما یه به این خش کردن تو ما رو به شبش دیگونه میکرد. تلفن زلام زحمت شد جایی. حالا چطوره؟ آخ. بهترم. زخمت چطوره؟ بهتره. اونجا که بودم دکترها میگفتن یه ذره طول میکشه خوب شه، ولی میره دردش یکی دو هفته دیگه. این محل قرارهای عاشقونه ما هم شده ماهی درد سر. یادش بخیر. اون موقعا که از جاده خاکی برگشتی مورید طیب خان شدی، همشه میومدیم اینجا کلی حرف عاشقانه بهم میزدی. رو راست بودی با هم، مثل الانو نبودی. یعنی چی الان؟ ما یه چی عوض شده سارا؟ نمیفهم من تو حرف تو واسه این چی؟ یعنی الان شدیدن شدی مایه دردسر و غیر قابل اعتماد. تو واقعا همچی فکر راجع من میکنی؟ معلومه که راجع به همچین فکر نمی کنم دیوونه. آخه این شوخی تو با آدمی که هم فراریه، تیر خورده، کلی نیرو انتظامی و اطلاعاتی و همه جا دنبالشن، از یه ور دیگه این تجار خون تشنه به خونشن. چی بگم به تو من سارا؟ ولی که اینا رو تو چجوری اومدی اینجا؟ اینجا رو دارن بازسازی میکنن، اصلا قدغن وارد شدن به اینجا. آها، حقیقا درست گفتی، اومدن به اینجا قدغن. پس یه فاتحه بخون تو رابط میگه. باشه. این همه ما حرف زدیم از این ور اون ور، آخر نفهمیدیم شما دکتری، بازنشسته ای، سرهنگی، سرداری، چی کاره ای؟ ما خدمتگزار شماییم. خوبه، داری یه کار جدید میکنی که قبلا نکردی. دکتر داوری منو به شما معرفی کردن که بشم خدمتگزار شما. ما هم به خاطر رفاقت با دکتر داوری که گفتیم تو این شراکت باشید، سهام بانک سرمایه رو بخرید. یه آدم بهتون معرفی میکنم، مهره به درد بخوریه. باش بجوشید، گرم بگیرید، میتونید ازش استفاده کنید. بهرام پولادی. ببخشید، جسارتن گزینه پولدارتری انتخاب میکردید سلطان. شما یا تو باغ نیستی یا اینکه داری ما رو سیاه میکنی. چرا فکر میکنی من نمیدونم شما بهرام پولادی رو میشناسی؟ نمیدونم قبلا با هم دیگه کار کردید، کیسای مشترک داشتید، شراکت داشتید قبلا با هم. شما از خداتون بود من اسم بهرام پولادی رو بیارم. منم گفتم من منظور تو کاری ندارم. تو این مملکت یه باد بیاد، یه مقدار گرد و خاک بلند شه بره یه متر اون برتر بشینه، من ازش خبر دارم. اگه خبر نداشتم اینجا نشسته بودم. خصوصی‌سازی چه خبر دکتر؟ جفت شیش. ماشاءالله همیشه رو شانس نه. طبق اصل 44 قانون اساسی ما سه بخش داریم: دولتی، تعاونی، خصوصی.
در واقع اومدن نامه نوشتن طبق اصل صادر قانون اساسی که رهبری اجازه بدن 80% از بخش دولتی رو بدن بخش خصوصی. نوبت شما. حالا فکر کردی من دانشجوتم یا خودت زدی به خریت؟ غلط بکنم قربان. شما فهمید چی دوست داری بشتم بی من همون هست. شهرداری اومده شریف شده با اینه که شغلتون شغل انبیاست. معلمان. معلمان. یه بانک زدم بانک سرما. بقیهش رو بگو. بله. شهرداری میخواد یه بانک بزن. یه بانک مستقیم. حالا همین باید سهام بانک سرما رو بفروشه. مشاور وزیر اقتصادی تو اتاق فکر شهرداری رفت و آمد دادی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ بهت بگم شهرداری سهامش رو به کی میفروشه؟ افتاد؟ من نوکر شما. شما که از همه چی خبر داری؟ چرا منو میترسونی؟ چرا اینقدر شارلاتان و دروغگویی تو؟ چرا قبل از اینکه بپرسم نگفتی؟ تا یه لقمه چرب و چیل میبینید هوش از سرتون میره؟ به سلطان نگیم دیگه، نمیفهمه که. خودمون میخوریم نه؟ فکر میکنم اینقدر حساس باشه. شما ببخشید. حساسیت رو شوهرس نکردیم. باختیم. این باختنی گفتن شما رو بیشتر از بردم گفتنتون دوست دارم. مثلا یه جالب دوستش دارم. باختی بهتر تو دهن میچرخه، بردن دستمالی شده بسن. یکی رو بهت معرفی میکنم. سهام شهرداری رو میفروشید بهش، خودت هم شریکش میشی. شما یه شهرداری چی میخوای؟ من تنهایی نمیتونم. بهانه نه هر که شریک اضافه کنی. سلطان، من تنهایی نمیتونم. اگه شریک بیاری، باید مایش رو خودت بدی. اونم به چشم. کی هستین حالا؟ یکی میشناسم، هم نفوذ تو شورای شهر داره، هم رو شهردار نفوذ داره. اسمش چیه؟ آقای دکتر حلوایی. خب این حلوا تو بیار ببینیم عیارش چقدره. حالا جدا از عیارش، یه آتشی داره که برای خدمت به سرمایه گذاریه. شما الان اینجا نشستید چون رئیس بالا سرتون بهتون گفته، وگرنه با همدیگه تنهایی میزدید، میخوردید، میبستید، میرفتید. ولی اشکال نداره. من نظرم بلنده. برید با این بابا شریک بشید. امر امر شماست. بهرام پولادی لابی دولتی میخواد، شما هم پول لازم دارید. اون کارشو بلده. بچه اسمونی زرنگم هست، میدونه چجوری دست و جیبش نکنه. بلده چجوری بخره، بفروشه، بالا، پایین، زب در دایره. شما هم کارتون رو بلدید. ولی ستاییتون یه اشکال دارید. چی؟ تاریخ مصرف دارید. همه دارن. میخوام بهتون یه تقلب برسونم. میخواید بخورید، ببرید، چریک شید، من باش کاری ندارم. بند جیم اصل 44 مطابق اصل 110 بند 1. اینو آشولاشش میکنید. میتره کنیدش. این توی این مملکت درست نباید اتفاق بیفته. تا اکسپایر نشدید بخورید، بارتون رو ببندید، برید. ببین چی بهتون گفتم. در خدمت. سلام قربان. بفرم. شهرداری چیا زودتر از بنده حقیر اذن شرفیابی پیدا کردم. بفرم. اب نداره. من که میدونم شما منو بیشتر از اینا دوست دارید. خیلی پدر سوخت و شارلاتانی. بولادی از کجا میدونستی من تو رو بیشتر دوست دارم؟ اینجا ببینم. آخه این شهرداری چیا وجب به وجب خیابونا پاساش گاشتن. صده یکی آدم ها بخواد چه میدونم ناخون مصنوعی، کاسه بوشخواب، لباس روز، لباس شب بگیره، من و شما گیر میکنی تو ترافیک. پس من به شما نزدیکترم. کجا؟ همون تو ترافیک. فعلا پشت ترافیک بمون. بلوری بیا. بله قربان. موبایل، کیف، ساعت. بله. شما زحمت نکش، بلوری گیر میاد. دو تا موبایل داری؟ با اجازتون سه تا. البته دو تا هم تو کیفه. ببخشید. ساعت. مزن. بفهم. به نقم موبایل داری؟
وسیله ارتباط جمعی دیگه بابا. وسیله ارتباط زبون موبایل نیست. ترافیک. من پشت ترافیک گیر نمی کنم. من از خط ویژه میرم بولاد. این مردم اگه گوش کنن وقتی بهشون میگن به کی رأی بدید، برن به همون رأی بدن، اونا میان تو خط ویژه، دیگه نمیمونن تو ترافیک. پشت من ریسه میشن. من شناسنامه‌ام پاک پاک، تا به حال به هیچ کس رأی ندادم. هر کسی رو شما بفرمایید من به همون رأی میدم. خری یا خودتو زدی به خریت بولادی. یه شناسنامه تو به چه درد من میخوره؟ 1,000,000 ازت رأی میخوام. بعدن نگی نگفتی ها. سواد مواد درست حسابی نداری ولی با جنمی بولادی. این مملکت پر دکتر مهندس هیچی نشوه، ولی وقتی به یه جایی میرسن یادشون میره کی از اون نکبت نجاتشون داد. من وفادارم قربان، من وفادارم. ببخشی تو حرفتون اومدم. تا نفس میکشم خادم شما. خادم باش، شاید اینجوری بهش بر بخورا ولی نتیجهش خوبه. خادم با معرفت میخوام. وقتی 38% سهام یه بانکو میکنم تو جیبش، وقتی گفتم پولادی 2,000,000 دلار میریزی به حساب فلانی، نه با گونی براش میبری، نگه آقا چرا الان گفتی، آقا دستور میدادی تو رو خدا فردا صبح، الان نداریم، آی اوی. آقا من گوش به فرمان شما، همین الان هم بفرمایید همین ثروتم رو تقدیم میدم. بانک هم ببندم 60-40 طبق فرمایش خود. میری پای میز معامله با شهرداری، 38% سهام بانکو میذاری جیب، دست تو جیبت هم نمیکنی، مفت و مجانی. با کی؟ مشاور وزیر اقتصاد، عضو شورای شهر، شهردار و خودت. این دوتا عقب بایی میستن، خودت میفتی وسط میدون. تا اینجاش حل؟ چشم بودم، چشم. فقط این بچه های اطلاعات سپاه اگر بفهمن شهردار ازشون میترسه، حرف شنوی داره، نمیذاره این اتفاق بیفته. حالا اگه تو راه بیفتی بری اصفهان، پیش این رفیقا سلطان جان دورتون بگرد، من تو اطلاعات سپاه کسی رو نمیشناسم. تو اصفهان به اون بزرگی خودم رو کشتم، مخی یه نفر رو زدم، همین. همه حرفایی که تو این مسیر زدیم اگه انجام ندی تو همین آتیش کبابه. جان خودم میکنم. تنه بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک، حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسک. هاش پیچیده پیچکه سمی هرزه، قیچی باق بون آخر دم پیچکو میچینه، خود پیچکم میدونه
آخره قصه همینه، عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده، بوی عیدی که میپیچه لبای قنچه میخنده.